بسم الله الرحمن الرحیم بهی نستعین الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما بینندگان عزیز و دوستداران علم و زبان قرآن. امیدواریم که برنامه قبلی رو دنبال کرده باشید و تا این مرحله از درس هایی که در آموزش زبان عربی با هم گذروندیم تونسته باشید پایه ها و از بنیادهایی از ساختمان زبانی خودتون رو در مهارت های زبان عربی بسازید. درسی که امروز انشاءالله خدمتتون ارائه خواهد شد دنباله دروس کتاب اول العربی تو بین یدیک هست که ما بخش هشتم این کتاب بودیم و 45 درس رو ازش خوندیم. در بخش هشتم این کتاب در زمینه عمل و فضای کار مباحثش دور میخورد که دنباله این دروس که درس 46 هست رو انشاءالله با هم امروز خواهیم خوند. درس 46 یعنی السادس والاربعون، این بخش عبارت است از آموزش اصوات یا صداهایی که باید در بحث نطق درست زبان عربی ما رعایتش بکنید رو آورده. این درس محورش حرف داد هست. داد رو ما قبلا هم بهش اشاره داشتیم و گفتیم که جزء ویژگی های خاص زبان عربی هست و این حرف رو در بقیه زبان ها شاید فقط در ضمن نوشتار داشته باشیم ولی در گفتار این حرف رو نداریم. حرف داد زبان عربی هم با این حرف شناخته میشه، میگن لغت داد یعنی زبان داد، زبانی که حرف داد رو داره. نطق این حرف یا این صدا از دو سمت دندانها، یعنی با تماس گرفتن زبان کناره زبان به دو سمت راست یا چپ دندانهای کرسی در قالب فارسی ما گفته میشه ادا میشه و با تفخیم باید ادا بشه. البته امروزه به خاطر تسهیل خیلی از عرب ها به جای اینکه از دو سمت دندان ها این مخرج رو ادا کنن یا از دو جهت دهان این ادا بشه، با مخرج دال که از قسمت جلوی دهان هست ادا میکنن ولی تفخیم رو درش رعایت میکنن. زیاد تشخیص دادن ممکن نیست که از چه نقطه ای ادا شده، ولی مهم اینجاست که ویژگی های برجسته ای که در این صدا وجود داره رعایت بشه تا مثل صداهای مشابهی که در فارسی ما اونها رو مثل مشابه با داد ادا می کنید که دالزال هست و ریزه هست و وا هست، این تشابه صورت نگیره. در تصویری که شما اینجا مشاهده می کنید تصویری از دندان هاست که در بخش جلو دو دندان وجود داره، بهش میگم ثنیه که ثنایا که جمعش هست 4 تا میشه، 2 تا بالا 2 تا پایین هست و رباعیه 4 دندونی هست که کنار این ثنایا قرار داده. بعد از این ناب میاد که 4 تا انیاب داریم ما و به همین صورت ضاحک هست که 2 تاست، ضاحک دندونی هست که در هنگام خندیدن ظاهر میشه. بعد از این 3 دندون طواحین داریم که طاحون یا طحنه به معنای آسیاب، همون دندونه آسیاب فارسی اون هست. بعد از آخرین دندون هست ناجز که 2 تا ناجز در اینجا براتون گذاشته. دقت کنید بخشی که اینجا اشاره کرده به طور آبی این بخشی هست که با اتکای زبان بر این قسمت دندان ها داد رو میشه ادا کرد، چه از بخش راست یا چه از بخش چپ. اما بخش جلو که با رنگ زرد نشون داده این بخشی هست که تماس زبان با دندان ها حاصل میشه ولی فشار یا بگیم نقطه اتکای بگیم ادای حرف نیست، مثل دال و تا که از این بخش ادا میشه، داد از اینجا ادا نمیشه بلکه از دو سمت ادا میشه. نقطه نطق صحیح اینه، ولی اگر نتونستید از دو سمت زبان رو تکیهگاهش رو درست کنید و ادا کنید میتونید همون دال رو با تفخیم ادا کنید بشه دال، یعنی همون دادی که ما میگیم. به هر حال نیاز به تمرین داره، ان شاءالله که با استادی که در هر جایی هر کسی داشته باشه یا قارئ درستی بتونید این حرف رو تمرین کنید.
حروفی که اینجا وجود داره رو، کلماتی که وجود داره رو با هم بشنویم و یه مقداری فرق بین دال و داد هم داشته باشیم. العمل الدرس السادس والأربعون الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات. التدريب الأول. استمع وأعد. رمضان يتوضأ. ضيوف ممرضة ممرض أيضا. التدريب الثاني. استمع وأعد. دالين ضالين. درة ضرة. دلة ضلة. دار ضار. دلال ضلال. ندب نضب. ندر نظر. مدى مضى. ندت نضت. بدعة بضعة. بعد بعض. مريد مريض. رفد رفض. قرود قرود. فرد فرد. همانطوری که قبلا هم اشاره داشتم در زمینه کلماتی که به این صورت به طور زوج وارد میشه و با اختلاف یک صدا اختلاف بین دو کلمه پدید میاد، قبلا هم اشاره داشتم که این کلمات دو معنای کاملا مختلف داره و عدم نطق صحیح باعث میشه که معنا جایگزین بشه، یعنی دالین با دالین کاملا مختلف هست. دالین دال میاد یعنی گمراه گمراه کن هست و دال به معنای هدایتگر هست، دلیل هست، کاملا عکس دومی معنا میده. در و ضر و کاملا با هم دیگه مختلف هست. در به معنای شیر هست و ضر به معنای ضرر و زیان هست. دل و ضل این دالین و ضالین معناشون متعارض هست. دار و دار دار میدونید منزل هست. دار به معنای زیان بخش هست. دلال و ضلال مثل دالین و ضالین و دل و ضل به همین صورت اختلاف متضاد داره. به همین صورت تمام این واژه هایی که شما میبینید اینجا هدف یادگیری معنای واژه نیست، ولی همه اینها معنای مختلف دارن با اختلافی که در یک حرف پدید میشه میاد. در کتابت شاید زیاد روشن باشه اختلافش، چون دال و دال داد کاملا اختلاف مکتوبش خیلی واضح و روشن است، ولی در نطق اختلافشون خیلی نزدیک هست، در نتیجه خیلی راحت با نطق غلط میشه معنا رو کاملا جابجا کرد. در نتیجه در قرآن کریم خصوصا ما بر تجوید قرآن و قرائت صحیح قرآن تاکید زیادی داریم که انشاءالله همتون این موضوع رو رعایت کنید و سعی کنید که در یادگیری این حروف و نطق صحیحش سعی و تلاش لازم رو داشته باشید. اینجا نمونه هایی از آیاتی آورده که درش ضاد وجود داره و قرائتی هم وجود داره، ولی با توجه به کوتاهی وقت ما میذاریم این رو برای تمرینی که خودتون انشاءالله با شنیدن از قراء مشهور انشاءالله تمرین خواهید کرد. دقت کنید ما در فارسی ضاد و ذال و ضا رو همه اینها رو زا تلفظ میکنیم، این تلفظ اشتباهی هست که باید تصحیح بشه. میاییم دنباله این مطلب رو در بحث فهم مسموع میاریم. این درس بخشی هست که شما باید بشنوید و اون چه که شنیدید رو با توجه به تصویری که جلوتون هست تطبیق بدید. در اینجا یک گفتگویی هست که هر گفتگوی متعلق به یکی از عکسهایی است که جلوتون وجود داره. در نتیجه بهتون میگه استمع الى الحوار، میگه گفتگو رو گوش کن. ثم ضع الرقم في المربع، بعد از این اون شماره مناسبی که در با تصویر تناسب داره نسبت به گفتگو روی اون علامت بزن. من میذارم شما به دقت گوش کنید گفتگو رو. الدرس السادس والأربعون. ثانيا فهم المسموع.
التدريب الأول. استمع إلى الحوار ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. أين تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة. ماذا تدرس؟ أدرس الهندسة. لماذا تدرس الهندسة؟ سأكون مهندسا إن شاء الله. تقاعد كنت سؤال بود كلا در زمینه معین محورش معلوم بود، این تدرس، لماذا تدرس و همه اینها اشاره بود به کلیت الهندسه و روشن هست که در اینجا جوابش کدوم میشه. طبیعتا جوابش میشه پایینی، چون کلا در بحث دانشگاه مهندسی داشت صحبت میکرد. دوم رو ببینیم. اثنان، این تدرس؟ أدرس في كلية الطيران. ماذا تدرس؟ أدرس الطيران. لماذا تدرس الطيران؟ سأكون طيارا إن شاء الله. إن جاءت دقات كنت بس همشون أدرس في كلية الطيران. لماذا أدرس؟ سأكون طيارا إن شاء الله. طيران والطيار قفتم كي بازهم هوانوردی هست که تصویری که باش تطابق داره تصویر الف هست. با این گفتگویی که ما گوش کردیم تصویر الف تطابق داره. 3. این تدرس؟ ادرس فی کلیت التربیه. ماذا تدرس؟ ادرس التربیه. لماذا تدرس التربیه؟ سأكون مدرسا ان شاء الله. این هم همینطور. 4. این تدرس؟ ادرس فی کلیت الصیدله. ماذا تدرس؟ ادرس الصیدله. لماذا تدرس الصیدله؟ سأكون صیدلیا ان شاء الله. اینجا هم روشن شد که بحث آخر هست و عنوان در زمینه دانشکده داروسازی هست و دانش آموز هم داره، دانشجو هم در دانشکده داروسازی داره درس میخونه. با توجه به مطالبی که ارائه میشه باید در نظر بگیرید که با کدوم تصویر میتونه موضوع تطابق داشته باشه. اینجا هم کوتاه‌تر هست نسبت قبل، درس قبل یا بگیم سوال قبل یک گفتگویی بود که از 3-4 جمله تشکیل شده بود. اینجا فقط یک سوال هست، میگه نسبت به سوالی که وجود داره استمع الی سوال ثم ضع الرقم فی المربع المناسب. اینجا یه سوال وجود داره که با تناسب با سوالی که وجود داره باید شما تصویری که مطابقت داره با این سوال روی اون علامت بزنید یا اشاره بکنید. التدريب الثاني. استمع الى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. ماذا تعمل؟ 2. كم ساعة تعمل في اليوم؟ 3. كم طفلا لك؟ 4. أين تعمل؟ 5. بله دقت کنید. این تعمل، کم طفلا لکه، اینا همشون روشن هست. باید خوب تشخیص بدید کم طفلا لکه چند تا فرزند داری، این تعمل کجا داری کار میکنی، کم ساعتا تعمل چقدر چند ساعت کار میکنی. ماذا تدرس؟ 6. ما مهنتك؟ بله اینا التدريب الثالث. بله اینا همشون فقط یک سوال بود و تشخیص سوال میتونه تصویر ذهنی مقابلتون رو هم براتون تصحیح کنه. مثل سوال اول یه سوال دیگه وجود داره و اون هم باز حواری هست یا یک نوع گفتگو وجود داره. باید در این ضمن این گفتگو ببینید که کدوم یکی از تصویرای سگانه‌ای که در هر خطی وجود داره
با گفتگوتون تطابق داره. شما سه تصویر در هر خط دارید، یک، دو، سه، چهار، پنج خط هست که در هر خطی شما سه تصویر دارید. باید ببینید کدوم یکی از این تصویرهای سگانه نسبت به گفتگویی که داره صورت میگیره تطابق معنوی داره. روی همون باید علامت لازم رو بذارید. گوش میکنیم ببینیم که چطوری تشخیص بدید. التدريب الثالث، استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد، ماذا تعمل؟ أعمل مدرسا. اثنان، أين تدرس؟ أدرس في الجامعة. ثلاثة، في أي كلية تدرس؟ أدرس في كلية التربية. أربعة، ماذا تدرس؟ أدرس الثقافة الإسلامية. خمسة، كم ساعة تدرس في اليوم؟ أربع ساعات. دقت کنید، اینها همشون با توجه به سال آخری کم ساعت تدرس؟ آخرین ساعت هست که نشون میده براتون مقدار ساعتی که داره کار میکنه. به همین صورت ای مادا تدرس، تدرس الثقافه الاسلامیه، با هست که بیانگر این هست. فی ای کلیت تدرس، فی کلیت تربیه، باز هم با هست که بیانگر جا هست یا موقعیت درس هست. به همین صورت در اولی هم بحث مادا تعمل میگه عمل و مدرسن و تدریس هم واضح هست که تصویر سوم هست که بیانگر شغل و کار تدریس هست. و این تصویر در بحث سوال دوم هم با توجه به این که سوال در مورد دانشگاه هست، تصویر دومی هست که بیانگر محیط دانشگاهی هست. این هم نمونه ای هست از بگیم گفتگویی که باید شما با دقت شنیدن در خودتون مهارت درک مطلب شنیده شده رو پدید بیارید. نمونه دیگری باز هم از بحث درک مطلب هست، مطلب شنیده شده اینی که تدریب چهارم یا تمرین چهارم رو با هم گوش میکنیم و این مطلب رو براتون میارم. یه استمع الی الجمل ثم اجب باختیار الکلم المناسبه. ما اینجا جمله هایی داریم که این جمله ها در ضمن خودش یک مطالبی رو داره که بعد از اینکه شما گوش کردید مطلب رو بهش فهمیدید، خواهید تونست تشخیص بدید که کدوم یکی از این اختیارات سگانه تطابق داره با سوالی که مطرح هست. فقط باید دقت کنید که با دقت خواهید تونست تشخیص بدید. اگر دقت نکردید شاید نتونید معنا رو یا مطلبی که باید جواب بدید رو تشخیص بدید. با دقت گوش کنید تا با هم ببینیم که کدوم یکی از این جواب ها بایش تطابق داره. درس طارق الطب في كلية الطب، هو الآن طبيب. درست زوجة طارق الصيدلة في كلية الصيدلة. يعمل طارق في المستشفى ويحب عمله. يذهب طارق إلى المستشفى في الصباح ويعمل سبع ساعات في اليوم. زوجة طارق الآن صيدلية. تعمل زوجة طارق في المستشفى. تعمل في اليوم خمس ساعات. والآن استمع إلى الجمل. دقت کنید، من دوباره این نکته رو اینجا رو باید براتون توضیح بدم. متن رو براتون خوند. این متنی که خونده شد وصف میکرد دو تا زوج رو، یعنی یک مرد رو و یک خانم رو، که یکی از اینها که مرد باشه در پزشکی میخوند، دومی در داروسازی میخوند. به همین صورت آینده اولی رو هم میگفت، دومی رو هم میگفت و مقدار ساعتی که کار میکنه هر دو اینها رو هم بیان کرد. الان باید جوابی که در سوال‌های بعد میاد، بعد از این سوال نسبت به متنی که شنیدید سوال مطرح میشه و باید سوال رو
از بین گزینه های سگانه هر بخشی انتخاب کنید، که روی هر سطری براتون 3 تا گزینه است، باید انتخاب کنید. به خاطر اینکه مطلب بهتر جا بیفته یک بار دیگه براتون میذارم، گوش کنید، دقت کنید روی متن. ثم اجب باختیار الكلمه المناسبه. درس طارق الطب في كليه الطب، هو الان طبيب. درست زوجة طارق الصيدلة في كلية الصيدلة. يعمل طارق في المستشفى ويحب عمله. يذهب طارق إلى المستشفى في الصباح ويعمل 7 ساعات في اليوم. زوجة طارق الآن صيدلية. خب الان ما ترو گرفتید در زمینه معرفی هر دوی این زوجین. بعد از این سوال مطرح میشه در رابطه با اونچه که شنیدید، جواب این سوالات رو باید خودتون بر اساس اونچه که شنیدید انتخاب کنید. تعمل زوجة طارق في المستشفى، تعمل في اليوم 5 ساعات. والآن اكمل بوضع دائرة حول الكلمة المناسبة. 1. درس طارق في كلية طب. 2. درست زوجة طارق في كلية الصيدلة. 3. طارق طبيب هست. 4. طبيب. زوجة طارق صيدلية داروساز. 5. تعمل زوجة طارق في اليوم 5 ساعات. این بود مجموعه اونچه که در این درس ما داشتیم. انشاءالله که مطالب رو گرفته باشید و اونچه که خوندیم رو روش تمرین کنید تا اینکه مطلبی براتون جا نمونه. گفتیم بارها، گفتیم که به هر اندازه تمرینتون بیشتر باشه و به هر اندازه بیشتر بتونید مطالب دروس رو تکرار کنید، اجرا کنید، و اون اندازه مهارت رو در خودتون بیشتر ایجاد خواهید کرد. زبان، یادگیری زبان نیاز به تمرین داره و تمرین هم نیاز به همتی داره که شما باید داشته باشید. بیشتر گوش کنید، بیشتر بخونید و بیشتر به همین صورت سعی کنید که صحبت کنید تا با کاربرد واژه های زبان و به همین صورت اون چه که آموختید، کلماتی که یاد گرفتید، مهارت های مختلف زبانی در شما پدید بیاد. درس ها رو میتونید از سایت نور دانلود کنید و با مراجعه بیشتر مطالب رو بهتر در ذهن خودتون ثبت کنید. تا درسی دیگه و برنامه دیگه، همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال میسپارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.